شهر همیهنان ارجمند، 8 بامداد هنگامه افشار در برنامه رو در رو شنبه امروز هستیم 12 از ماه نوامبر 2011 میلادی. روزهای شنبه 8 بامداد و 3 شنبه‌ها 4 بعد از ظهر. قبل از این که بیام مقابل دوربین، تلفنی داشتم از تهران که در ارتباط با این 2 انفجار مهیب پیاپی در ملارد کرج غرب تهران صورت گرفت در پادگان نظامی سپاه، و این رو میگویند انفجار به قدری شدت انفجار شدید بوده که تا 50 کیلومتری شنیده می شده، پنجره ها رو لرزونده، بعد از پنجره ها شکسته، خود تعدادی کشته داده، تا حالا اعلام کردن 27 کشته، نزدیک 13-14 زخمی که البته می دونیم که همیشه اینجور مواقع حداقل رو می گوین. جمهوری اسلامی اعلام کرده که این 2 انفجار پیاپی به علت جابجایی مهمات و مواد منفجره بوده، اما از اونجایی که بازار شایعات همیشه داغه، بعضی میگوین یکی از حملات اسرائیل بوده. این آقا از تهران میگفت، مردم میگن چون محل رو بستن حتی به روی امدادگران، فقط یک تعداد امدادگر خاص میتونن وارد این محل بشن و دود اون منطقه رو فرا گرفته. حالا این جابجایی آزمایش اتمی بوده، جابجایی مواد منفجره بوده، چون چند ماه پیش هم در پادگان خرم‌آباد موشک‌های دوربرد منفجر شدند و این موشک‌های دوربرد و شهاب بوده. به هر حال انبارها به آتش کشیده شده. حالا این رو می‌فرمایند که جابجایی، این جابجایی آخه چیه؟ یعنی یوهال گرفتن داشتن مبلمان و فرنیچر این ورانور میکردن. این سیستم داره، حرکت داره، تکنیک داره، چه بلایی از سال به بعد سر این جا به جایی مهمات در این مکانهای مهم و حساسی که الان نیروهای موشکهاش و نیروهای اتمیش رو حالا داره یا نه گذاشته جمهوری اسلامی. از این انفجارها باید بیشتر ببینیم. متاسفانه این یا با خرابکاری داخلی یا با خرابکاری خارجی. رادیو اسرائیل الان یه مفسرش میگفت نیازی به جنگ با ایران نیست، از همین طریق میشه از راه دور این انفجارها صورت بگیره و این مکانهایی که مد نظر جهانیان هست یکی یکی خراب بشه، تخریب بشه. حالا این بنجلهایی که طول سالها روسیه به ایران تقدیم کرده، یعنی در واقع فروخته، و کره شمالی، تصور نفرمایید که اینا همون سیستما و همون روشی هست که اینا در کشورهای خودشون دارن. اینها امکان نداره که بگذارن ایران، خود همین کشورها پول رو میگیرن اما یک سری آشغال تحویل ایران میدن و با تکنسیان های داخلی یا با تکنسیان های کشورهای دیگر وقتی که میخوان به مرحله آزمایش یا جابجایی، در واقع این بالاتر از خطره، بازی بالاتر از خطره. بعد از سقوط این هواپیماها، حالا باید شاهد سقوط و انفجار یک به یک این مراکز مهم هسته‌ای و نیروگاه‌های ایران باشین که متاسفانه خسارتش به مردم میخوره. موضوع 6-7 ساعت پیشه و آنچه خود دولت گزارش داده وضع بسیار اسفناکه. عللش هم که میتونه بیشتر از اون باشه که خودمون، یعنی وخیمتر و بودارتر از عللی باشه که خود جمهوری اسلامی در حال اعلام کردنه و مردم نمیخرنده چنین دروغ‌هایی رو. آقای رهبرم که
و کل علما اینها نشن، از سر نشگی حرف میزنن، از سر نشگی قوانین تدوین میکنن، از سر نشگی اجرا میکنن. اینم که آقای خامنه ای با این سالار بافورشه، چجوری این عکس چند هفته است؟ ما اینو یک بار دیگه هم نشون دادیم. بعضی ها میگن فوتوشاپ، این نمیتونه فوتوشاپ باشه، چون آقا سابقه هم دارن و یه کسی از داخل حلقه خودشون این رو چند عکس چند هفته پیش انتشار داد و خب ما حدود 10 روز پیش نشان دادیم. ماشاءالله زغال علا، بافور علا، تریاک علا، خب اینا کارشون همه کارشون اثر نشیه و وای به حال ملت ایران. امیدوارمون کسانی که این مواد منفجره رو یا مهمات جابجایی کردن قبلا پای منقل ننشسته باشن، با قلقلی نیرو نگرفته باشن و برن جابا جان مردم بازی کنن. مطمئن باشه که یکی از همین روزا اینا تا کارشون به وخامت کشیده میشه میزنم صحرای کربلا، دوباره یه سری قوانین برای خانوم ها به مورد اجرا میزنن که اگر هر کی مانتوش 2 سانتی کوتاه باشه، هر کی چکمه پوشیده باشه الان زمستونه، هر کی تار مش بیرون باشه گرفته میشه، دستگیر میشه، تنبیه میشه. هر وقتی که در تنگنا میفته، تنگنای اقتصادی، سیاسی یا به هر دلیل، میره به سراغ خانوم ها. چرا؟ چرا ریشه هر مصیبتی که جمهوری اسلامی بهش دوچار میشه زن هست در ایران؟ چون اگر این نیمی از جامعه ایران یا بیش از نیمی از جامعه ایران آگاه بشه، کل جامعه ایران آگاه و بیدار شده، فرزند در دامان مادر پرورش پیدا میکنه. من یادم نوجوان که بودیم در و در به دنبال کتاب خونه میگشتیم، توی مدارسمون یکی یه دونه از این اشکافای کهنه بود که توش یه سری کتاب هایی که معلوم نبود چی بود این کتاب ها، هیچ کدوم به هیچ کدوم نمخورد، از کتاب علمی بود، قصه بود، و ما حسرت این رو داشتیم که کتاب بخونیم. کتاب در دسترس نبود، یه کتاب دست به دست میگشت. من به مادرم التماس میکردم منو ببر به یک کتابخانه، کتابخانه عمومی نبود، شاید یکی دو، اما سر هر نبش و در بغل هر نونوایی و بقالی یک مسجد بود. مدرنیته در واقع خرافات رو در ایران ترویج داد، چون همراه با مدرنیته باید دانش و علم بیاد، چون قبل از مدرنیته، قبل از این هزاران مسجد، قبل از این ده ها هزار صنعت چاپ که کمک کرد و حدیث و مهملات الهی به چاپ برسه، مردم با طبیعت زندگی میکردن، با آنچه که سینه به سینه از دانش پیشینیان بود زندگی میکردن. پس این مدرنیته بیشتر ضرر زد، چون دست این آقایون باز بود برای دایر کردن مسجد و تکیه و استفاده از تبلیغات رسانه‌ای و صنعت چاپ و خب ترویج کتابخانه صفر، به معنای واقعی صفر، و اگر هم بود کتاب‌های انتخاب شده، کتاب‌های سانسور شده. خب یک جامعه بسته وقتی که به نقطه انفجار میرسه، ما نباید انتظار بهتر از این هم داشته باشیم که چرا امروز ایران، یعنی در واقع مردم ایران بیدار شدن، چرا 30 سال پیش بخش اعظمی در این گمراهی ذهنی بودن و عده‌ای که آگاه بودن خود اونها گمراه بودن، در حال اینکه این حرکت به بیراه رفت. خدمتون گفتم که هر وقت که اینها به حالا این روزا هم که ملاحظه فرمودین همدیگر رو دارن فحشکاری میکنن، یا این جنگ زرگریه یا واقعیه، در هر صورت مضحک‌ترین
نمایشی است که برای مردم گذاشتن. یعنی شما وقتی که دولت خودش به خودش احترام نمیذاره، خودش در داخل خودش داره افشاگری میکنه، چه انتظاری از مردم دارید که ساکت بنشینن؟ و بعد این شعارهای تو خالی که ما تو دهن غرب میزنیم، ما غرب رو انکار میکنیم، کاری میکنیم که دود از گوش و چشم هر شهروند امریکایی و اروپایی بلند شه. اینها یه سری رجزخانی های ناشی از ترس، و حتی خودشون هم این تهدیدها رو نمیخرن. اما شرایطی که خود اینها با هم دیگه نمیسازن، یا از سر معاملات زرگری پشت پرده یا واقعیت که بخش اعظمش واقعیت میتونه باشه، تا سر مردم رو گرم کنن، مردم رو گمراه بکنن، یک مقدار اخفال کنن و بگن حالا خب خودمون از داخل خودمون پاشیده خواهیم شد، به هر جهت تاریخ مصرفی دیگه نمونده. نمیتونه چنین نظامی در هیچ دوره از تاریخ توانسته باشه که از داخل خودش پوسیده التهاب، در جامعه پوسیده التهاب، در خارج از کشور با همه با کسی اینها خوب نیستن، حتی با خودشون داخل خانواده هاشون زده خورد. چگونه این نظام میتونه بر جای بمونه؟ باید منتظر روزهای سرنوشت‌سازی باشیم. حالا میگن 30 ساله که میگوییم این رژیم آخرشه، آخرشه. واقعا باید روزهای آخرش میبود، اما چون تا دندان مسلحه، چون خشنه و چون مردم ایران عادت به منسجم بودن نداشتن، ما اون حالت اتحاد و درهم بودن رو زود انشعاب میکنن، از گروه های چپ گرفته تا گروه های راست تا میانه رو نتوانسته. بلا در واقع این نظام یک جسد متحرکی است که سالهاست در حال حرکته، سالهاست داره را میره مثل ارواح در تخیل ما. ولی خب کار به جای رسیده، بیداری مردم ایران، فشار بر روی اونها، فشار اقتصادی که الان هر روز این تحریم ها رو شدیدتر میکنن، وای به حال روزی که تصمیم بگیرن بانک مرکزی رو هم تحریم بکنن. و در اینجا چرا فقط شوروی ایستاده میگه چنین کاری؟ این تحریم های بیشتر باعث سقوط نجات ایران میشه. شوروی نمیخواد، شوروی یکی از شرورترین همسایه های ایران بوده، بیچاره کرده ایران رو، همیشه چشم به خاک ایران داشته، یا از طریق فرهنگش یا از طریق دخالت های نظامیش. از زمان فتری شاه این استان های ایران رو گرفت، شهرهای ایران رو گرفت، تا همین امروز تمام که بنجل هاشو به ایران میفروشه، در واقع همیشه نفوذ داشته در ذهنیت و زندگی مردم ایران و در حکومت، در تمام حکومت های ایران. در حداقل 200 سال اخیر شوروی دخالت مستقیم داشته، دست از سر ایران بر نمی داره، به جایی که یک جا به بلعه لقمه لقمه داره ایران رو می جوه. بدترین همسایه‌ای که ما داریم، همسایگان دیگر ما این چنین آشوب آفرین نبودن. و اگر تمام دنیا رو این شوروی داشته، روسیه داشته باشه، دست از سر ایران بر نمی داره. انواع و اقسام در حال اذیت کردن و آزار رسوندن و دست درازیه، و تا به طور کل، نه از مرزهای ایران، از زندگی مردم و جامعه ایران، معاملات اقتصادی بیرونش نکرد، این نمیذاره ایران خواب آسوده ببینه. مردم ایران نمیتونن خودشون بشن. حالا این نزدیکترین همسایه است که مشکل آفرین بوده برای ایران قرنها، تا بریم به بقیه منطقه، هر کس به شکلی میخواد نوعی به این مملکت، به مردمش دست درازی کنه و تجاوز کنه، چون هرگز این فرصتی که مردم بتونن مقابل تجاوز اعتراض کنن برای مردم به وجود نیومده. از تجاوزهای اجتماعی، از تجاوزهای سیاسی، خب این عادت شده برای مردم. وقتی یه ملتی تمرین نبینن، تعلیم داده نشن، ارزش‌های
فردی و ملیشون به اونها آموزش داده نشه، وقتی در حریم خانواده به آنها تجاوز میشه، قانون در مقابلشون حامیشون نیست، وقتی در حیطه اجتماعی به اونها تجاوز میشه در محیط کار، حالا این تجاوز فقط تجاوز جنسی نیست، هیچ حامی نیست، وقتی که مقابل هر تجاوزی سیاسی، فکری، فرهنگی کوچکترین اعتراضی میکنن باز بهشون تجاوز میشه، چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که همسایگان تجاوز نکنن؟ کار از ریشه، دندون از ریشه فاسده. امروز میخوام برم روی موضوع نقش زنان، نقش زنان دلاور در ایران که واقعا هرگز به اینها امتیاز داده نشده، یعنی هر حرکت و هر کاری که برداشته شده توسط زنان نوع امتیازش به حکومت رفته، به دولت رفته، چون کارها به قدری درخشان بوده که اونها به عنوان یک مهره برنده، یک برگ آس برای تحکیم خودشون استفاده کردن. ولی به هر حال در یک نقطه از تاریخ باید این تبعیض بر علیه زن، این دروغگویی ها، این کمرنگ کردن چهره اینها، این خوردن حق واقعی اینها باید متوقف شده، با گفتن، با نشان دادن، با ثبت کردن آنها، با تکرار آنچه که آنها کردن و خودشان بودن، خودشان عرضه و لیاقت خودشان به چه بسا اگر صدها برداشته می شد، ده برابر و صد برابر هر کدوم اینها میتونستن مثمر ثمر باشن برای جامعه خودشون. من یک بار خدمتتون نخستین خبرنگار زن ایران رو، این قبل از در دوران مشروطه بوده، قبل از این بوده که به اصطلاح به زنان آزادی بدن، بارها گفتیم قبل از مشروطه زنانی درخشانی داشتیم، کارهای بسیار اساسی انجام دادن، اما هرگز گفته نشده، فقط این گفته شده که زنها در پستوها بودن و تو سری خور بودن. و این اولین زن خبرنگار ایرانی که با این لباس زیبای پاریسی میبینی، نامش عزت ملک خانوم یا همان اشرف السلطنه، نخستین زن مطبوعاتی تاریخ ایرانه. و سید فرید قاسمی، پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران، در کتاب مطبوعات ایرانی خود درباره این زن سخن میگوید و او را اولین روزنامه نگار زن ایران مینامد. چون بار قبل که من گزارش رو دادم عکسش به نوعی به دست هموطنان نرسیده بود و از من خواسته شده بود که دوباره در مورد این زن که اولین زن مطبوعات ایران بوده و نقش اساسی که داشته در جامعه ایران صحبت کنم. ایشون دختر امام قلی میرزای اماد دوله دولتشاهی است که در سال 1288 هجری قمری به عقد محمد حسن خان ثنی الدوله اعتماد السلطنه در آمد و سال 1306 ملقب به اشرف السلطنه شد. همسر اشرف السلطنه در دوران، ببینید یعنی وقتی که قانون اساسی به امضای مظفرالدین شاه رسید، نه خود قانون اساسی، به هر حال بحبوه انقلاب مشروطه، یعنی قبلش حتی این زن برای خودش نقشی داشته. در دوران 25 سال زندگی مشترک با او عهده‌دار امور مطبوعاتی بود و 9 نشریه انتشار داد. هرگز ما شنیدیم راجع به این نشریات؟ نه. و نامش به عنوان نخستین وزیر انضباطات در تاریخ ثبت رسید. در این مدت اشرف السلطنه صمیمانه با او همکاری کرد. همسرش به همراه این بانو که دوش به دوشش در نشر این نشریات همکاری میکرد. و حتی بیشتر آنچه که به عنوان روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه بر جای مانده است، تقدیر اعتماد السلطنه و تحریر اشرف السلطنه. ببینید سوادش در چه حد بوده، زنی که هنوز دانشگاه افتتاح نشده بوده، این فقط در مکتبخانه ها و در پستوخانه ها سواد می آموختن زنان، قبل از اینکه ما به اون مدرنیتهی که اشاره می کنیم در واقع مدرنیتهی جدید راه پیدا کنیم.
نقش این زن همچنین در تاریخ عکاسی ایران انکار ناپذیر است و او را به عنوان اولین عکاس زن ایران هم می شناسند. اعتماد السلطنه همسر او در کتاب خود روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه که شامل بقایای 40 سال زندگی پرماجرای وی در دربار ناصرالدین شاه است بارها به عکاسی وی اشاره کرده است. شرح روشنگری را نیز یکی از بستگان اشرف السلطنه در مقدمه چاپهای بعدی این کتاب آورده است. خب بعضی از محققان البته میگویند بیبی خانم استراباتی به عنوان نخستین زن مطبوعات ایرانه، ولی برخی دیگر میگویند نه ایشون است. میدونین که خانم بیبی استراباتی یک کتابی نوشت به نام معایب الرجال در پاسخ به تعدیب النسوان که بر علیه زنان نوشته شده بود و اولین مدرسه رو به نام دوشیزگان افتتاح کرد این خانم. و هر حال خانم من چون قبلا در مورد این بانو صحبت کردم، کل ماجرا و خبرش رو هم در سایت رو در رو گذاشتم. از این اولین بانوی خبرنگار ایران برویم به اولین کودکستان ایران که اون هم توسط یک بانوی ارمنی افتتاح و اداره شد. نخستین کودکستان ایرانی برسابه. خانم برسابه هوسپیان از سال 1285 تا 1378 زیست. یک بانوی ارمنی زاده اصفهان بود. بنا به قولی از محله از خطه چهار محال بختیاری، دانش آموخته رشته تعلیم و تربیت از دانشگاه ژنو بود که از یک سالگی به همراه خانوادهش ساکن تهران شد. او نخستین کودکستان ایرانی را در سال 1309 هجری شمسی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ در تهران تأسیس کرد. کودکستان برسابه در خیابان ممتاز دوله شاه‌آباد با 2 کلاس، 1 سالن ناهارخوری و 1 دفتر گشایش یافت. کودکستانی که با 4 شاگرد آغاز به کار کرد به زودی تبدیل به یک مجتمع آموزشی شامل کودکستان، دبستان و دبیرستان گردید و 400 شاگرد پیدا کرد و در نتیجه به محل بزرگتری در خیابان صفی علی شاه منتقل شد. آموزش در مدارس برسابه از ابتدای کار به زبان فارسی بود. روایت درس خواندن در مدارس برسابه به قلم بعضی از جمله آقای صدرالدین الهی، خب ایشون هم صحبتهایی کردن، این مدارس از نامدارترین مدارس ایران پیش از انقلاب شمار می رفتن. شعبات مختلف داشت. متاسفانه مدرسه های برسابه بعد از انقلاب تعطیل شدن. میادم این برسابه، من مدرسه رستگاری می رفتم در خیابان صنایع و این برسابه فاصله نداشت، دخترانه پسرانه بود و بعد گفته بودن یک تعداد از بچه های مدرسه ما رستگاری و داوطلبانه بعد داوطلبانه می کردن با انتخاب مدیر مدرسه به برسابه برن و من چه اشکا می ریختم به پدرم که من دوست دارم برم اونجا، چون شنیده بودم خیلی سطحش خیلی فرنگیه در واقع و اینکه دختر نو پسرم بود دوست داشتم برم. از همون اول من دوست داشتم با پسرها آمیخته بشن، با پسرها درس بخونم، هم صحبت بشم، کما اینکه وقتی هم تیم فوتبال دختران پرسپولیس تأسیس کردم بیشتر اوقات در زمین های فوتبال با پسرها بازی میکردم و دوست داشتم این آمیزش روحی و فکری و با جنس مخالف، هرگز فراری نبودم. اما خب پدرم چون مردی بود بسیار مذهبی مخالفت کرد. خب در طول عمر 94 ساله خانوم برسابه هوسپیان سربلند و عاشق زندگی کرد و وقتی که از جهان رفت آخرین روزهای عمرش رو به سختی گذراند. اینها همه آخرین روزهای عمرشون رو به سختی میگذرانند. الان بزرگترین فیزیکدان زن ایران در خانه سالمندان، ازش خبری نیست، عکسی نیست، انتشار هستش ولی در رسانه های عمومی از اینها صحبتی نمی کنن. اینها زنانی هستن که باید تقدیرنامه بنویسن، باید سرمشق بشن برای بقیه زنهای ایران، هی مسجد می سازن،
هی قبر تولید میکنن، هی میخوان ذهن زنها رو ببرن به اونجا، چون رهبر یک ملتی که تمام مدت پای منقل نشسته و نرشه است و خودش ذهن متحجر رو بسته ای داره، چه انتظاری میتونه داشته باشه که بخواد این ذهن باز رو در مورد بقیه جامعه به ویژه زنان بست بده. خانم برسابه حوسبیان مدت ها قبل از دریافت امتیاز کودکستان هنر پیشنی تاعت هم بود و با معزالدین فکری، نعمت الله شیبانی، کلونل وزیری، نوشین و لورتا همکاری میکرد. وی در طول عمر پربار خود بسیار سفر کرد و دنیا را دید. برسابه که تشنه آگاهی بود در این سفرها دوره های مختلف را گذران و به دیدار موسیو تزارت، خانم مونتسوری، دکتر پیاژه، خانم کلاپارت و بسیار دیگر از مربیان مشهور جهان رفت. حالا من فکر مدیران مدرسه امروز ایران و حتی وکیل های زن جمهوری اسلامی میفتن که اینها برای دیدن میرن به دیدار آیت الله های قلابی ایران، اصلا کفر میدونن آمیزش و آشنایی با فرهنگ پیشرفته‌ای که از غرب آمده. در سر کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی معلمی و مدیریت آنها می‌نشست خانم برسابه. در فعالیت‌های اجتماعی برسابه حوسبیان همواره زنی پیشتاز و پیشرو بود و از کوشندگان مبارزگان حقوق زنان به شمار می‌رفت و در سازمان‌های گوناگون خیریه عضویت داشت. در کارنامه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی برسابه حوسبیان چندین مدال سپاس افتخار نیز ثبت شده است. خانم برسابه 2 سال بعد از انقلاب پس از نیم قرن کار خستگی ناپذیر معلمی و مدیریت بازنشسته شد، ولی آرام ننشست و تورهای سفری راه انداخت. به جای این مدال‌های افتخار علکی که بهش می‌دادن که هیچ به درد نمی‌خورد، باید این خانمی می‌آوردن در زمان خودش در رادیو، در تلویزیون با ایشون مصاحبه می‌کردن، در موردش کتابی نوشته می‌شد، خاطراتشو می‌گفت از چه سختی‌هایی گذشته، از چه موانعی عبور کرده و نقش تربیتی در واقع در جامعه ایجاد میکرد، نه اینکه چند تا مدال قلابی حلبی بهش بدن که به هیچ جا به درد نمیخوره، یا همونطور که بارها گفتیم بر روی این زنان در یک جامعه بسته ایران باید فیلم ساخته بشه برای سرمشق جامعه، کما اینکه میبینیم در کشورهای پیشرفته اینگونه پیشرفت ایجاد میشه، از یک مورد 5 میگیرن، بهانه میکنن، اشاعش میدن و زنان دیگر تقلید میکنن، او رو الهام کار قرار میدن. حوسبیان پس از آمدن به آمریکا سالها به تنهایی در گلندل زندگی کرد. ببینید زیر گوش ما بوده در گلندل کالیفرنیا این بانو، که بسا که از خیابون میگذشته و کسی او رو شناسایی نمیکرده. برسابه حوسبیان اواخر عمر خود را علی‌رغم عشقی به ایران و کودکستان آن داشت، نه در ایران که به ناچار در امریکا سپری کرد و در سال 1378 هجری شمسی در آن کشور به درود حیات گفت. حالا این ما که نمیدونستیم، ولی حتی کسانی که میدانستن چرا این بانو حتی در مدتی که در امریکا بود مورد توجه رسانه‌های ایران قرار، کسی اطلاع ازش شاید نه، خود من اطلاع نداشتم تا پس از مرگش دیدیم این در گلندل زندگی میکرد. اینجور زنها به قدر بهشون لطمه روحی میخوره که اصلا خود منزبی هم میشن، در یک سنی نمیخوان داخل جامعه بشن، نمیخوان بیان صحبت کنن، گاهی هم میترسن از جون خودشون. من با چند بانو اینگونه که فعالیت های فرهنگی در ایران داشتن برخورد کردم و یک حالت خودزدایی دارن از جامعه، میخوان در سکوت بمونن، چرا نمیدونم. خب این که بانوان مختلفی بودن از قبل از مشروطه که در سطح فرهنگ و سیاست در ایران کار میکردن، تأثیر داشتن، تا بعد از اینکه به هر حال به صورت عادی کشف حجاب شد و بعد همه دیدن آزادی ها رو به شکلی، تا یک
یه حد نسبی آزادی وجود داشت، البته اون هم با سانسور در مورد افکار. آنچه که ما طول تاریخ بعد از اسلام داشتیم، این اسلام و اینکه خرافات و قبر پرستی، مسجد نشینی از روحانیون یا این آقایون و ملاها بهتر بگوییم به عنوان علما استفاده کردن، این بیشتر در مراکز شهرها بوده. یعنی هر جا که بیشتر مدرنیته پیشرفت میکرده، مسجدی بوده، اونجا دکانی بوده برای آموزش. آقای امیر شهرتی هم از این عکس، این عکس واقعا سالاره، در فیسبوک هم گذاشتیم. این آقای خب دستش درد میکنه طفلن، شاید برای که دستش درد نکنه داره یه مقدار خودشو التیام میبخشه، ولی واقعا باعث شرمساریه که این آقایون مردم رو هم مثل خودشون معتاد کردن برای اینکه از حقایق دور بمونن. خب ما از مطلبمون دور نیفتیم. در اکثر مناطق ایران که زنان و مردان به صورت ایلات زندگی میکردند، حجاب مطرح نبوده، خرافات مطرح نبوده، زن و مرد هم دیگر میدیدن در فضای آزاد، با هم حرف میزدن، عاشق میشدن، هم دیگر رو انتخاب میکردن، در کنار هم کار میکردن. این موضوع کشف حجاب و آزادی بیان و اینها در خود شهرها بوده و ما میدونیم که در دامن کوه پایه ها و در مناطق دور افتاده که مجبور بوده، یعنی در واقع اقتصاد محلی و کشوری دست زنها بوده، اصلا این موضوعاتی که امروز مطرحه برای اینکه زن نباید زیر چادر باشه، هرگز مطرح نبود. هنوز هم اونها به همین صورت زندگی میکنن، چه بسا که بدتر شده وضعشون، چون مدرنیته به اونجا هم رفته، مساجد بیشتر شده و این زنها یه مقدار از آزادگی به خرافات گرویدن. نشون بدید واقعا این نوع لباس زنها، پوشش زنها، طراحی که خود این قرنها در ایران بوده. ما قرنها بخش اعظمی از جامعه ایران و زنها این گونه آزاد و آزاده میزیستن و یک بخشی رو من اتفاقا از کتاب دختر ناصر دیشا تاج و سلطنه براتون میگم که میگن بعضی از حالا کلن در اون مناطق، بله این زن ایرانی به این شکل طول قرنها زندگی میکرده حتی وقتی که اسلام بوده. تاج السلطنه آشکار از ازدواج اجباریش در 13 سالگی، روابط بعدی شوهرش با زنان دیگر و سقط جنین مخفیانه خود نوشت. درباره حجاب و فحشا و ازدواج‌های تحمیلی بدون عشق بحث کرد و نوشت که بسیار از مسائل ملت ناشی از حجاب است. در خانواده‌های زحمتکش شهری درآمد نازل مردان اصلا کفاف مخارج خانواده ها را، که چندین زن عضوان هستند که همسر، مادر، دختران، خواهران و حتی گاهی برادرزاده ها و خواهرزاده ها نمی دهد. از این روز زنان طبقه کارگر برای تأمین خودشان به فحشا رو می آورند. این زمان ناصرالدین شاهه. اما اگر کشف حجاب شود و زنان در حرفه‌های مختلف به کار بپردازند، می توانند شرافتمندانه زندگی کنند و کل خانواده در آسایش و عزت عمر بگذرانند. تاج السلطنه همچنین نوشت که در طبقات بالای جامعه روابط مردان زنان سرد و بی‌محبت است و آنها با هم بیگانند. دختر و پسر بیان که یکدیگر را ببینند و بشناسند، با هم ازدواج می‌کنند و در خارج از چارچوب ازدواج در سرد ارضای عواطف خود برمی‌آیند. زنان که اغلب تنهایند و عاطفی از شوهرانشان نمی‌بینند، سعادت خود را در جمع شدن با زنان دیگر جستجو می‌کنند، خدمتکار ندیم استخدام می‌کنند و پول شوهر را صرف خرید اساسی گران قیمت لباس و جواهر می‌کنند. حال اگر زنها روی باز کرده باشند، مانند تمام مردان متمدن کره، زن و شوهر همدیگر را دیده بخواهند و به طور عشق
آن اتحاد ابدی را در حضور معبود خود ببندم و تا آخر عمر در یک استراحت معنوی روحانی زندگی کنم بهتر نیست؟ و بعد میگوید که در مسافرت تبریز در تمام عرض راه و دهات زن و مرد را با یکدیگر بدون حجاب مشغول کار می‌دیدم. آنچه امروز می‌بینید این فیلم‌ها امروز گرفته شده، ولی آنچه 150 سال پیش بوده همین گونه بوده. در طول راه یک شاهزاده درباری میگه که حجاب در شهرها بوده و میگه در طول راه وقتی سفر میکردم حتی یک زن را با حجاب ندیدم. در تمام یک ده یک نفر یا یک کار یک نفر بیکار دیده نمیشد. زن مرد از صبح تا شب کار میکردن. یک نفر مستخدم میخواستم در راه برای خود بگیرم. هیچ یک از این دهاقین راضی نشدن و زندگانی آزاد صحرایی خود را نفروخته. تمام این دهاقین و زارعین مردمان با شرف و افتخاری هستند. یک نفر زن فاحشه در تمام دهات وجود ندارد، زیرا که زن و شوهر تا مقابل یکدیگر ثروت نداشته باشند همدیگر را نمیگیرند و پس از آن هم چون روی ایشان باز هست همدیگر را خودشان انتخاب میکنند. بعد از عروسی هم در تمام روز شب با هم مشغول زراعت و رعیتی هستند. و این آزادی زنان فمینیست های واقعی، خب این سیستمی بوده که قرنها در ایران بوده، حساس پس از حمله اسلام به ایران و هر جا که مدرنیته بوده به جای اشاعه فرهنگ تأسیس کتابخانه یک مسجد بوده، بلنگو بوده، امکانات رادیو تلویزیون بوده، امکانات نشر بوده، نی ذره ذره. شاید اگر این مدرنیته نبود مردم به طور آزاد، شاید حتی اگر دانشگاه ها نبود با همون سبک قدیمی خودشون مردم، آخه دانشگاه هم باید به هر حال دارای تشکیلاتی باشه، چهار تا دیوار و چهار تا اتاق که دانشگاه نیست که، وقتی باید چی به خورده دانشجو دانش پژو داده میشه. و بعد این شرایط زنان بوده بعد از اسلام که در اکثر مناطق ایران واقعا آزاد و آزاده بودند و در شهرها سعی میکردن خودشون، به ویژه پس از این انقلاب سوسیالیستی در غرب، تا اونجایی که میتونن ارتباط برقرار کنن، تا اونجایی که میتونن خودشون رو آگاه کنن، باسواد بکنن. اما تا امروز روز سنگ جلو پاش انداخته میشه. تا همین امروز که در قرن 21 هستیم و جایی که زنان رئیس جمهور میشن، زنان وزیر میشن، آموزش در دست آنهاست، تجارت در دست آنهاست، تا دری به تخته میخوره باز به پوشش زن ایرانی متوسل میشن و برای اون محدودیت میذارن، چون میدونن اگر از این محدودیت های ظاهری زن رها بشه جامعه رها خواهد شد. حالا یک گزارشی من چند وقت پیش خدمتون دادم از زنان قبل از اسلام، یعنی دوران هخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان، سامانیان، حتی مادها، که حقوق زن و مرد چگونه برابر بود و چگونه همین فرهنگ آزادی رفت به یونان و بعد از یونان به غرب و امروز ما میوه‌هاشو بیشتر در غرب میبینیم تا در خود ایران. دوستانی که تقاضا کرده بودن این سایت و عکس‌ها رو من به دستشون برسونم، یک بار دیگه این کار، چون بسیار تلفن داشتم، شاید یک سال اندی پیش این رپورتاج رو نشون دادم، اینو به زودی در سایت رو در رو آپلود میکنیم، چون بعضی ها حتی مراسمی داشتن و دوست داشتن به صورت ویدیو کلیپ اینها رو نشون بدن. البته عکاسی عکس ها نقاشی هست، اما از روی آن آثاری هست که از زیر خاک ها به دست آوردن، تصویر سازی کردن و بعد این نقاشی ها کشیده شده. این زنهای مهم تعداد خیلی محدودش رو ما امروز خدمتون با عکس نشون میدیم و مقام هاشون. آرتا دخت، وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی،
گفته یک کتاب اشکانیان اثر دیاکوف، دیاکوف روسی، خاورشناس بزرگ، او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی خطای مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارسی و پارتیان را رونق داد. آقای امیر شهرتی عزیز، یک سری عکسن اینا به دستون رسیدن؟ چون اگه بدون عکس باشه این گزارش خوندن رسیده به دستون؟ شاید زیر نام زنان بزرگ تاریخ، اجازه بدید، باید باشه زیر نام زنان بزرگ تاریخ. بله 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 بله، دست شما. من این رو، این خانم وزیر رو یاد مورگان شوستر میفتم که اون با آمد به ایران و چگونه اقتصاد ایران رو، واقعا بودجه مالی ایران رو تنظیم کرد و مراقب بود که دیناری گم نشه، حقوقها رو سر موقع میداد. ولی متاسفانه طول تاریخ هر کسی وزیر اقتصاد شده، هر کسی وزیر خزانه داری شده، بزرگترین دزدی ها از اونجا بوده. یکی از بزرگترین مشکلات ریشه‌ای ایران طول قرنها همین دزدیه. حالا این خانم آرتادوق وزیر خزانه داری بوده که خیلی منظم بودجه رو تنظیم میکرده، اجازه نمیداده که دزدی بشه و ایشون در زمان اشکانیان بوده. آذر میدخت، شاهنشاه زن ایرانی در سال 631 میلادی، او دختر خسرو پرویز بود که پس از گشت آسپنده در چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد. آذرمیدخت 32 پادشاه ساسانی است. واژه این، البته خدمتتون بگم، آذرمیدخت و خواهرش توراندخت چون تمام پسرها رو در خانواده خسرو پرویز کشته بودن، زنی نمانده بود و اینها هم هر کدوم چند ماهی بیشتر سلطنت نکردند. خب، آذرناهید، ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم، بنیانگذار سلسله ساسانی. نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه‌های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است. و بعد پرین، بانوی دانشمند ایرانی، او دختر کیقوباد بود که در سال 944 یزدگردی هزاران بعد از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوش و کنار مملکت آریایی گردآوری نمود و یک بار کامل آن را نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است. او از او چند کتاب دیگر گزارش شده است که به احتمال زیاد در آتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است. بانوی دیگر زربانو، سردار جنگجوی ایرانی، دختر رستم و خواهر گشسپ. او در سوارکاری زبده بوده است که در نبردها دلاوری های بسیاری از خود نشان داده است. تاریخ نام او را جنگجوی که آزاد کننده زال آذربایجان هره بوده است، از زندان بوده است، ثبت کرده است. بانوی دیگر بزرگ تاریخ قبل از اسلام، فرخ رو. حالا اسلام میگه ایران هیچی نداشت، وقتی آمد ایران رو زندگی کرد، زنده کرد. هرچه مقام زن بعد از اسلام بود، مقام والای زن بعد از جمهوری اسلامی بود، ولی ما میبینیم چگونه زنها له شدن و چه زنهای بزرگ تاریخی بودن که در هیچ دوره تاریخی این زنها، نه دولتها اجازه ندادن که اینها از خودشون چهره نشون بدن، چون همون گونه که خدمتتون گفتیم زن زیربنای فرهنگ یک جامعه است، زیربنای پیشرفت یک جامعه است. و اگر دولتی، هر دولتی میمد، ما هم که خوب باشالا طول تاریخ کودتا بوده و کشتار بوده و بازور، هیچ دولتی با انتخاب مردم طول تاریخ ایران نبوده، در اثر خون و خونروزی و زور و زر بوده. و بعد هر دولتی که میمده میخواسته بگه ما بودیم، ما به زنها آزادی دادیم، اما خود لیاقت زن به طور مجزا ثبت نشده در تاریخ ایران. بانو فرخرو نام او را به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است. وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری رسید، یعنی پله پله خودش کوشش کرد، مثل خانوم
هیلری کلینتون امروز در قرن 21. کاساندان پس از شاهنشاه ایران و نخستین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است. کاساندان رهده نام ملکه 28 کشور آسیایی در کنار همسرش کوروش و بزرگ حکمرانی میکرد است. مورخین یونانی گزنفون از وی به نیکی و بزرگمنشی یاد کرده است. خب اینم که 28 کشور آسیایی کشورهایی بوده که جزء قلمرو ایران میشده، جزء نقشه ایران میشده و خب نه اینکه بره به طور مجزا به کشورهای دیگر ملکه اونجا بشه. ملکه ها هم در اون زمان فقط ملکه نبودن که در مهمانی ها شرکت کنن، شرابخوری بکنن، به خودشون جواهر بیاویزن، لباس های فاخر بپوشن. گاه اینها خود پادشاه بودن، گاه اینها خود پشت ذهنیت و ذهنیت مرد ها بودن. گردآفرید که دیگر از پهلوانان سرزمین ایران، تاریخ از او به عنوان دختر اوکی که با لباسی مردانه با سهراب رو آزمایی کرد، فردوسی بزرگ از او به نام زن جنگجو دلیر از سرزمین پاکان یاد میکنند. بقیه این بانوان رو ما هفته آینده خدمتون معرفی میکنیم و بخشی از این زنها در حماسه حکیم توس آمدن، اما در کتابی به عنوان زنان ایران نه، هرچه نوشته شده راجب زنان ایران الان خارج از کشور در حال انتشار هست، ولی در دوران حکومت جمهوری اسلامی یا حتی قبلش یا قبل قبلش تمام یک سری مطالب کلیشه‌ای و تبلیغاتی و باسینه‌ای بوده و به درد زن ایرانی برای الگو قرار دادن پیشرفتش نمیخوره. حالا یک نقبی هم بزنیم. گفتیم از در دوران مشروطه زنان، در دوران بعد از اسلام و بعد از 1400 سال آنچه که ما میبینیم که به شکل این زنها بودن از لحاظ لباس. چشم آقای اجازه بدین از آرمم بگیریم، من باید این 30 ثانیه رو بگم. آقای شهرتی میرخصه. آنچه که از لحاظ لباس شبیه بود به قبل از اسلام و بعد کارهای فرهنگی کرد، خانم فرح پهلوی شهبانو ایران بود که تونست در واقع یک نقبی بزنه بین این دوره خفقان 1400 سالی اسلامی و یک در واقع مدلی بود از زنانی که قبل از اسلام بودن. بسیار خوب هموطنان، رو در رو شنبه 8 بامداد، 3 شنبه ها 4 بعد از ظهر زنده به وقت کالیفرنیا دو بازپخشم داره. از آقای امیر شهرتی بسیار سپاسگزارم. بدرود تا بعد. شبکه اجتماعی رو در رو.